مجید جان سلام. سلام، مخلصم آرمین خوبی؟ تیم، حالت خوبه؟ قربونت برم. مرسی مرسی. داشتم صحبتاتو گوش میدادم، باز دوباره رفتی سراغ آقای ترامپ و داستان. میدونی بعضی موقع این توضیحاتو که میدی آدم با یاد همین آقای روحانی میفته، وقتی اومد سر کار همه رو گیر داد به احمدی نژاد یا بعدی. اون که رفت تموم شد، ما اصلا دیگه داستان ترامپ رو الان بذاریم کنار، ما میخوام ببینیم آقای بایدن که شرایط عقلانی، فکری، نمیدونم سیاستاش، همه چی به گفته دموکرات ها بهتر بود. من خودم یه ذره گرایش دموکرات دارم تا جمهوری خواه، اصلا نمیخوام از جمهوری خواه دارم. ولی میگم خود بایدن رو بیاریم وسط الان، در مورد بایدن ما صحبت، ما اصلا چیکار داریم الان؟ تو مثلا ترامپ چیکار کرده، ترامپ یه چیکار مقدار میگه؟ اون یه سخته. آدم احمق بیشعوری بوده که حرفای چرت و پرت هم زیاد زد تو این 4 سال، کلی بهش خندیدن، جوک شد، یا یه جایی واقعا وحشتناک بود اون موقع که رفت پوتین رو دید، بعد در مورد نیروی امنیتی خودشون صحبت کرد، برگشت گفت من نگفتم. میدونی این حرفا زیاده. من اولین باری که این اومد سر کار اون موقعی که یه کنفرانس مطبوعاتی داشت و یه خبرنگار رو بیرون کردن، نگهبان در یقه خبرنگاره رو گرفته بود راش نمیداد، اصلا واقعا داشتم شاخ در میومد. این آمریکاست یا جمهوری اسلامی؟ اصلا فرقی نمیکنن اینا با هم در البته فرق میکنه، ولی اصلش. خب نه منظورم از لحاظ فکری، خب اون آمریکاییه و داره تو آمریکا یه همچین حرکتی، خیلی شوکه آور بود که تو درست. یه خبرنگار رو بگیری از تو کنفرانس خبری بگی رات نمیده و نگهبان هولش میداد، میگفت بابا اینجا آمریکاست، تو نمیتونی این کارو بکنی. میگم یعنی اصلا موضوع طرفداری اون نیست، موضوع اینه که الان شما میدونید بایدن چیه، چیکار میخوام بکنن. هیچ چیزی، هیچ نشونه از سیاستاش نگفته در آینده اینا میخوان چیکار کنن. برای باری به افغانستان هر داریم میگیم جهت، یعنی همینجوری داره. حالا کدوم سیاست آها افغانستان مخصوصا افغانستان، چون تو این مدت کوتاهی که اومده بیشتر موضوعات افغانستان پیش بوده و این حرکت هایی که شده، اصلا آدم میمونه از این که باری به هر جهته. یعنی بکن حالا یه چیزی میشه، نمیدونن بعدش چه اتفاقی. اگه میدونستن این هزینه هنگفت 13 تا سرباز فقط کشته شد لحظه آخر به خاطر ندونمکاری، اصلا تو چطور داری میای بیرون و این حرکت و اون مردم و اونجا و فقط 13 تا آمریکایی کشته شد، چقدر زخمی و چقدر افغان؟ مگه اونا انسان نیستن؟ من نمیدونم اینج... چرا اینجوری تو جامعه جهانی اصلا اینجوری شده که مثلا جان یه فرانسوی، اتفاقی که تو فرانسه افتاد، همه رفتن پرچماشون رو عوض کردن، ولی اگه همین اتفاق تو عراق بیفته انقدر عادی شده که مثلا یه روزی 100 نفر گفتن، حالا 100 نفر مثلا فلان انفجار 500 نفر دیگه عادی شده، افغانی مثلا کشته بشه تو بمبگذاری دیگه چیز زیاد شوکه آوری نیست، زیاد تو خبرها آنچنان. ولی آمریکایی 13 تا، حالا ما اگه همین هم بگیم این واقعا یه هزینه هنگفته واسه آمریکا. الان این جوابش اینه که هر روز داره به یه دری میزنه، یه روز داره در مورد نمیدونم محیط زیست رو کشیده وسط یا داستانهای اصلا موضوع، سوالی که داره ازش میکنه رو نمیتونن جواب بدن. شما قول دادی به طالبان در اون روز بیای بیرون، آیا قول ندادی به اون کارمندا که اونا رو هم بکشی بیرون؟ پس چرا زدین زیر قولتون؟ من همینو گفتم که پشت متحدینشون وای نمیستن. اون روز قاسم هم یه چیزی نوشت که نمیدونم اونا دیکتاتورن، اتحاد رو بین دولت ها برقرار، ملت هیچ دولتی نمیره با یه ملت اتحادش برقرار کنه، وقتی با دولت هاست باید پشتش هم وایسی. من یه حالا سری بگو جوابای تو بدم. باش، یکی بفرم. این که ببینید خیلی سخته که ما بیایم اینو تحلیل بکنیم بدون در نظر گرفتن ترامپ. خب شما میگین ترامپ قبلا بود، الان دیگه باید بذاریمش کنار. این کاری که داره بایدن میکنه جدی گرفتن قرارداد ترامپه و
امضایی که ترامپ با طالبان انجام داده. خب و یه دلیل این که خیلی فشار اومده روی بایدن که اینو سریعتر انجام بده به خاطر اینکه طالبان بعد از اینکه ببینین الان داشت شروع میشد فصل جنگ توی افغانستان، موقعی بود که برای طالبان حمله بسیار راحت تر بود. خب بعد از اینکه امضا شده بود با ترامپ، این طالبان گفته بود که شما اگه زیر این قرارداد بزنید ما جنگ رو الان بیشتر، خیلی میگن که جنگ توی یک سال گذشته تو تعداد مثلا کسایی که کشته بود شده بودن توی افغانستان توی یک سال گذشته کم بود. خب بله ولی سال قبلش زیاد بود، این یک سال گذشته خیلی کم بود ولی سال قبلش یکی از بدترین سالا بود. و طالبان قرار بود که اگه این قرارداد رو به رسمیت نشناسه بایدن، قرار بود اون جنگ رو قبلی رو شروع کنه دوباره. یعنی این واقعا موندن بایدن بعد از قراردادی که ترامپ با طالبان بسته بود به شدت جنگ رو قرار بود ببره بالاتر. یعنی اینکه البته بایدن همیشه میخواست از افغانستان بیاد بیرون، میخواست این کارو بکنه، ولی اینکه مهلت نقشه کشیدن رو برای بایدن کم کرد به خاطر این بود که ترامپ بود که زمان قرارداد رو گذاشته بود یک دو ماه فکر کنم، یه ماه یا دو ماه بعد از اینکه بعد از کار اومدن بایدن بود. خب البته یه چیزی بگم، نقد برای بایدن زیاد وجود داره ولی خیلی از نقدها به نظر من به جا نیست. مثلا یکی از نقدایی که خیلی به جا هست از بایدن سرعت کم پروسس کردن افغانهایی بودن، ویزای افغانهایی بود که قرار بود به آمریکا کمک کردن و قرار بود بیان بیرون، این به شدت سرعتش کم بود. یعنی نقد زیاد هست برای بایدن ولی من به نظرم خیلی از نقدها به جا نیست. ما نمیتونیم بیایم تحلیل بکنیم کار بایدن رو توی یک خلع بدون در نظر گرفتن اینکه چی رو به ارث برده بود. یعنی شما میگین ترامپ بذارین کنار، خب کلی از محاسبه رو ما نمیتونیم انجام بدیم بدون که ببینیم این چه قراردادی بود که ترامپ با طالبان بسته بود. یکی دیگه هم این که این هزینه ای رو که الان داره داده میشه برای بیرون اومدن آمریکا، هر کسی میومد بیرون این هزینه زیاد میبود. خب یعنی نمیتونیم، یعنی هر کسی، هر اگه اوباما میومد بیرون، اگه ترامپ میومد بیرون، اگه بایدن میومد بیرون، اگه بایدن نمیومد بیرون، رئیس جمهور بعدی میومد بیرون، این یک افتضاحی میشد. خب و این افتضاح یه هزینه هم داره ولی این هزینه، این افتضاح، الان شما تعداد کسایی که کشته شدن رو دارین میگین، چه افغانی چه آمریکایی، تعداد کسایی که کشته شدن هر سال به خاطر موندن آمریکا تو افغانستان که همیشه بیشتر بود. خب شما تعداد افغانایی که کشته شدن و تعداد آمریکایی که کشته شدن تو هر سال که بیرون نمیرفتن هم زیاد بود. خب شما میگه ای نگاه کنین اینا کشته شدن، خب مگه اون سالایی که موندن کسی کشته نمیشد؟ اون سالایی هم که میموندن آدم داشت کشته میشد به خاطر جنگی که بود. پس این نباید بگین این هزینه زیادیه پس نباید میشد. خب این هزینه رو باید با هزینه موندن هم مقایسه میکردن. خب یکی این من گفتم که تعداد آمریکایی‌ها و افغانی‌هایی که زیر بوش، اوباما و ترامپ کشته شدن بیشتر بود. اگه بایدن هم میموند، تعداد آمریکایی‌ها و افغانی‌هایی که زیر بایدن کشته می‌شدن میتونست بیشتر از این باشه که از تعداد کسایی که کشته شدن به خاطر بیرون رفتنش. خب یه چیز دیگه هم میگفتین که دولت آمریکا الان اینجا نشون داد که از حمایت نکرد از دولتی که قرار بود بهش وفادار بشه. خب شما، خب اینو من قبول دارم که آمریکا خیلی موقع ها نشون داده که از کسایی که بهش کمک کردن اون حمایتی رو که باید بکنه نمیکنه، ولی اینجا ما باید حالا میگیم ترامپ رو بذاریم کنار، آیا اشرف غنی رو هم باید بذاریم کنار؟ خب این اشرف غنی بود که دست دولت بایدن رو بس خیلی موقع ها موقعی که قرار بود کمک بکنن به افغانی ها و کسای دیگه که قرار بود از افغانستان بیارن بیرون. و اینکه اشرف غنی میگفت شما این کارو نباید الان بکنید، بلکه اگه این کارو بکنید دارین سیگنال میدین که ما شکست خوردیم. اون موقعی بود که اشرف غنی فکر میکرد هنوزم اگه طالبان بیاد قراره قدرت با طالبان مثلا شریک باشند. خب برای همین میگفت ما اگه زود اینا رو بکشیم بیرون به طالبان یه دست بالایی خواهد داد. و اشرف غنی جلوی دولت بایدن تو خیلی از این چیزا گرفت. خب یعنی شما میگی که حمایت نکردن از دولت افغانستان، کار این اشرف غنی بود که مردم افغانستان رو به شدت گذشت کردن، فقط خود بایدن هم نبود. بالاخره من نمیدونم تا چقدر دیگه دولت آمریکا باید حمایت میکرد. خب این همه هزینه کرد که بتونه یه ارتش برای افغانستان بسازه. خب این همه هزینه دولت مالیات مردم آمریکا رو داد، این همه جون مردم آمریکایی رو داد. خب درسته که مردم افغانستانی هم خیلی کشته شدن، خب ولی الان یه دولت دیگه داره هزینه میده برای اینکه یه دولت ثابتی تو افغانستان به وجود بیاره. خب خیلی البته میتونم بیان نقد بکنم، میگن خب اونا بودن که حمله کردن پس باید بمونن. خب آره ولی چقدر دیگه
اگه تو بعد از 20 سال نتونستن یه چیز ثابت درست بکنن، شما فکر میکنید اگه 20 سال دیگه میموندن میتونستن یه چیز ثابت به وجود بیارن، یه چیزی به وجود بیارن که مثلا قابل بقا باشه؟ یعنی من نمیدونم دیگه چه انتظاری داشتن، میخواستن چیکار کنن؟ یعنی اگه همه چی به این سادگی ریخت به هم وقتی که آمریکا اومد بیرون، معنیش اینه که اگه 20 سال دیگه میومدن به همین راحتی میریخت به هم. پس باید چی؟ باید تا ابد بمونن هزینه بدن به خاطر اینکه یه غلطی بوش کرد؟ بفرمایید شما. اصلا صحبت من داستان این که بمونن و باید میموندن و اینا نبود، یکم دولت رو من حمایت از دولت افغانستان نکرد. اون که خائن بود، اون که اصلا در رفت اولش رفت، این که رهبر یک کشوری که اول از همه در میره بعدم تازه پیام میده که نیروهای امنیتی حافظ امنیت مردم باشن. تو وقتی بودی کسی حرفتو نمیخوند، حالا رفتی با کلی هم میلیون ورداشتی رفتی، ما به اون کاری نداشتم، به اون کارمندای خودشون، به اونا، اونایی که باهاشون کار کردن تو این 20 سال و قرار بود اینا رو هم بیاره بیرون. اینا هم جز افرادی بودن که آمریکا قول اینو داد. شما از یک ماه پیش صحبتای بایدن رو ببین، چقدر این اشتباه، چقدر تحلیلای بی مورد، سخنرانیاشو گوش میدی دیگه، حتما دادی بله. دیگه که در مورد اولش سوال کردن گفتم ویتنام نشه، که گفت نه اینجوری نیست، 300,000 تومان. شما اصلا هیچ ناظری بر پولایی که میدادین نداشتین. اون ارتش افغانستان، شما شفیع عیار یه افغانیه که اینجا لایو میذاره، من خیلی اینو دوست دارم، خیلی تحلیلاشو دوست دارم، اگه یه موقع وقت کردی بزن، اسمش شفیع عیاره، داره توضیح میده که اصلا این ارتش افغانستان که میگن چی بود. تمام پولایی که آمریکا بهشون میداده، مثلا اگه قراره یه گردان 10,000 نفر داشته باشه، 6,000 نفر اصلا نبودن، پولو میگرفتن. جنرالا تو قصرهای آنچنانی تو کابل زندگی میکردن، افغانی و مثلا میخواستن اینو تعلیم و آموزشی بدن، که یه آمریکایی هم مثلا سر اینا بوده، افسر اونجا بوده، اصلا اینا گوش نمیدادن. اون بر نشسته بود داشت تریاک میکشید، نمیدونم اون داشت فلان میکرد، بعد افسرهای دونپایه تر به سربازا تجاوز میکردن، جایی که آمریکا میدونست اینا رو و هیچ حرکتی نمیکرد تو این 20 سال. اینا موضوع اینه که شما چه کار کردین؟ فقط پول ریختن که مهم نبود، شما اصلا پایه ها رو درست نکردین. بعد من الان فقط صحبتم نوع اومدن آخه شما ببین چقدر ولوه شد، چقدر شلختگی باید توی این داستان بود. بودو 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 اول اومدین سری پایگاه های آمریکایی رو خالی کردین، بگرام خالی شد، تمام تجهیزات رو گذاشتین رفت. الان ببین طالبان چه لباس آمریکایی رو تو نمیتونی تشخیص بده، این سرباز طالبان دیروزیه با اون دشتاشی و اون عمامه، یهو شد سرباز آمریکایی، اسلحه آمریکایی، بعد افتادن به جون ملت. شما به حرفای اینا باور میکنین؟ آقا اینا به توافق رسیدن فقط سر یک چیز، یعنی تنها چیزی که اینا رسیدن اینه که امنیت، امنیت رو آوردن فروختن به هر چیز دیگه ای که تا الان تو افغانستان کار شده بود. نمیخوان دیگه، به قول تو دیدن نمیشه، چون مثلا رهبر اپوزیسیونشون هم که الان احمد مسعوده وقتی صحبت میکنه با الله اکبر و لا اله الا الله و اینا صحبت میکنه، این پایه‌هاش توی این ملت هستش، نمیتونی اینا رو از اینا بگی. مجاهدین میان، اونا هم اسلامی میخوان باشه، اینا میان اونا رو میزنن، اینا هم اسلامی میخواد باشه. به هر صورتی بگیری اون پایه‌هاش شله، افغانستان کار داره. اینم که میگی از پایین باید شروع بشه و اینا، کشورهای مثل ما تو ایران سخت این پایه ها رو شروع کردن، به خاطر اینکه از مدارس تو کلت میکنن، نمیذارن رشد اون چیزی که باید باشه یک انسان و انسان بکنه رو تو دروس ما هم نمیارن. شما فقط سارا رو ازش میگیرن، زهرا میذارن و داستان مثلا یه چیز کودکانه رو برمیدارن، چنان کشیدش میکنن به عمه اطهار و اینا کشونده میشه، سخت اینا رو پایه دوباره درست کردن. حالا شما بفهمیم
یه ذره صحبت کنین اینایی که من چهار تا میخواستم نکته بگم. گفتین، یکی اینکه تحلیل های بایدن اشتباه بود، خب ولی تحلیل های همه اشتباه بود. شما اگه قبول دارم، شما ببینید بایدن چیزهایی که داشت تکرار میکرد، چیزهایی رو داشت تکرار میکرد که سیستم های اطلاعاتی خودش بهش گفته بود، خب و اونا هم غلط بودن، خب ولی شما برم به من نشون بدین کی پیش بینی میکرد که به یعنی هیچ کسی این پیش اتفاقی که افتاد و یعنی ببین اگه مثلا سیستم اطلاعاتی آمریکا یه پیش بینی کرده بود که غلط بود، ولی یه کسای دیگه یه جای دیگه شاید میگفتن که نه طالبان یه هفته قرار بیاد کابل رو بگیره و اینا بودن، کسی گوش نکرد، تحلیلاشون هم خوب بود، اون وقت من میگم آره اینا چه اشتباهی کردن، گوش نکردن به کسایی که بعد میگفتن. ولی کی دا کی همچی پیش بینی کرد؟ هیچ کسی این پیش بینی رو نکرد، همه میگن اه بایدن چقدر تحلیلاش اشتباه بود. خب همه یعنی هیچ کسی اینو ندید، یعنی اینو باید خدا باشن که بتونن اندر پیش بینی کنن اینجوری. ببینید تحلیل ها همه نشون میده که طالبان قراره بیاد قدرت رو بگیره، خب اینو همه میدونستن، همه تحلیل ها اینو نشون میده، ولی این سرعتی که اتفاق افتاد خود طالبان هم شوکه شده بود. خب خود طالبان هم همچین انتظاری از خودشون نداشتن. من میگم مردم دارم میگن که شما چیزی رو که هیچکی ندید و چرا ندیدید، خب هیچ کسی دیگه هم ندیدی هم چه اتفاقی. یکی خب یکی دیگه میگیم که اینا مثلا ارتشی رو که ساختن یه ارتش پوچی بود که مثلا خب همه دزدی شد و فساد بود و این چیزا، خب این تقصیر کیه؟ خب ببین یه مقدارش تقصیر دولت آمریکاست، من نمیخوام همه چی رو بگم تقصیر مثلا فرماندهای مثلا وورلوردای افغانی و اینا هست. خب به خاطر اینکه نقدی که من مثلا از دولت آمریکا دارم سر این موضوع اینه که خیلی چیزی مشکل اینه که وقتی که توی صنعت ارتشی آمریکا خیلی پول خیلی مهمتر هست و سیاست درست، خب یعنی سپورتی که شد، حمایتی که شد از ارتش افغانستان، حمایتی بود که وابستگی رو به این شرکت‌های اسلحه اونا نگه می‌داشت. یعنی یه چیزی نبود که خودشون مستقل بتونن کار بکنن، یه چیزی بود که شما مجبور بودین که همینجوری همین سال‌های بعدم همه از اینا حمایتشون و تفنگ‌های دیگه‌شون و بازسازی‌هاشون رو بخرید. خب یعنی اینا یه شرکت‌هایی بودن که می‌خواستن یه چیزی به افغانستان بدن که افغانستان همیشه بهشون محتاج بشه. این نقد رو میشه کرد، خب ولی خیلی از نقدهای دیگه برمیگرده به همین کسایی که شما گفتین، فرمانده های افغانی که به جای اینکه پولو به جای اینکه حمایت بکنن از سربازاشون، همین پولا رو دزدیدن، جیبای خودشون رو پر کردن، برای خودشون خونه های خیلی گنده خریدن و کلی پول دزدیدن. خب همونجوری کلی سربازای سایه‌ای اصلا درست کردن که اصلا وجود نداره. خب از این 300 هزار سرباز افغانی که باید وجود می داشت، مثل اینکه فقط عدد واقعیش 250 هزار تا بود، یعنی 50 هزار تا سرباز بیخود که وجود نداره درست کرده بودن که بتونن حقوق اینا رو بردارن بکنن تو جیب خودشون. اون 250 هزار تا هم که مونده بود خیلی، حتی اونا رو هم خیلی حقوقشون رو نمیدادن. من اینو مردم میرم، من از حکومتی باید برم دفاع خون بدم دفاع بکنم که حتی حقوقم هم نمیده، بعد میری نگاه میکنی اینا تو چه قصرایی دارن زندگی میکنن، حقوق تو رو نمیدن، دارن تو قصر زندگی میکنن، من برم برای این خون بدم؟ مرض دارم مگه برای من این حقوق بدن؟ خیلی از این سربازا میدن حقوقشون مثلا انقدر پایینه، بعد یه اسلحه هایی بهشون میدن که هزاران دلاره، یه سری مثلا یه نایت ویژن گاگل بهشون میدن که کل قیمت داره. من حق من اینه که بعد یه همچین چیزی دستم که انقدر گرونه، بعد حقوق من انقدر کمه، میرفتن اینا رو میفروختن تو بازار سیاه، خب برای اینکه بخواستن خانواده‌شون نگهداری کنن. خب ولی خب اینا تقصیر کیه؟ اینا تقصیر همون فرمانده های افغانیه، یعنی نمیتونیم همه رو بگیم دولت آمریکا بوده. خب یکی هم این چیزایی که شما گفتین که مثلا این که ارتشی رو نساختن که بخواد با طالبان مقاومت بکنه، یا اینکه فساد بود، یا اینکه این فرمانده ها خیلی هاشون با مثلا با همون کارهای طالبانی میکردن، بچه کنیز داشتن و اینجور چیزا رو داشتن، خب اینا زیر کی بوده همش؟ اینا فقط زیر بایدن بوده که مثلا بایدن رو بخوایم نقد بکنیم که چرا حمایت درست کرده؟ اینا زیر بوش بوده، اینا زیر اوباما بوده، و اینا زیر ترامپ هم بوده. خب این تو 20 سال گذشته همه این اتفاق افتاده، برای همین نمیتونیم بگیم ای بایدن چرا ارتش افغانستان رو حمایت نکردی. خب 20 سال سه تا رئیس جمهور دیگه هم، یعنی چیکار کنه تو این چند ماه بایدن؟ خب یعنی نمیتونیم اینا رو تو خلا فقط بگیم تقصیر بایدنه. خب نه من اصلا ببخشید یه دقیقه اجازه بده، من اصلا دنبال تقصیر بایدن خالی که نیستیم که الان وقتی داریم صحبت 20 سال گذشته رو میکنیم تا الان، اصلا صحبت فقط بایدن نیستش که، ما داریم میگیم آمریکا چه اشتباهاتی کرد، ولی اینا رو میدونستن. یعنی شما وقتی میای تو رئیس جمهور میشی تمام اطلاعات رو بهت میدن چه اتفاقاتی داره افتاده. برای همین ببین بر اساس این اطلاعاتی رو که داشت بایدن، دید که این
چه چیز، یعنی ببین همه اطلاعات داشت نشون میده که داریم پول میریزیم توی سیاهچال و هیچ فایده ای نداره. برای همین بایدن گفت فایده نداره، برای چی بمونیم؟ خب یعنی روش منطقی، یعنی نتیجه منطقی این بود که بابا این سه تا رئیس جمهور داره پول میریزه تو این کشور، هنوز یه چیزی ما نگرفتیم که بتونیم نشون بدیم. که البته بایدن فکر میکرد، یه بایدن هم فکر میکرد حداقل یه ارتش اینجا وجود داره که یه مقدار با طالبان مقاومت کنه، بعدم شکست بخوره، ولی یه مقاومتی میشه. بعد موضوع نه تو روش مقاومت دیگه، من که نمیگم اصلا با هم میموندن، نمیشه، تمام قدرت های بزرگ رفتن اونجا، نمیشه اصلا. این داستان جغرافی های افغانستان یه طوریه که تو نمیتونی کنترلش اینجوری به دست بگیری، اصلا استراتژیشون اشتباه بوده از اول، همونجوری که تو عراق. ولی مثلا عراق و سوریه رو به خاطر اینکه نفت داره اینا هم ترک کردن، گفتن عراق رو ترک میکنیم سوریه رو، ولی مثلا رفتن یه ارتش برای مثلا قسمت های نفتی هنوز هستش، به خاطر اینکه پول اینجاست، داستان اینجاست. افغانستان درست. همین جوری شما ول کردین رفتین نه جلو افغانستان جلو. افغانستان هم فلزای کمیاب یک تر... الان افغانستان روی سر داره، یک ولی اینا تریلیون باید دلار کار داره فلز تا اینا کمیاب رو نشسته. بکشی بالا بیاری بیرون. نه اون افغانی ها میتونن، اون دست نخورده میمونه، هر موقع خواستن میرن نه برمیدارن، ولی ممکنه نفتی چون که رفت داره کمک گر کنه. رو گر میزنه بیرون، این هم جنگ کردن معلومه الان ول نمیکنه، این همه پول بالاخره هزینهشو عراق باید بده، سوریه باید بده. ببین آخه مجیدان، این فلزای کمیاب الان خیلی از لحاظ جنگی خیلی مهم شده. خیلی از این اسلحه های نوین این فلزای کمیاب به شدت احتیاج داره و الان تو دنیای زندگی میکنیم که چین یک تسلط خیلی بسیار زیادی داره روی منبع این فلزای کمیاب. الان هم اگه افغانستان بیفته دستشون دیگه بیشتر از اون هم میشه، یعنی از هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی دسترسی به فلزای کمیاب الان به شدت، هم از لحاظ تکنولوژی دسترسی به فلزای کمیاب داره به شدت مهمتر و مهمتر میشه. یعنی تو دنیای آینده ممکنه یه زمانی از نفت مهمتر بشه و افغانستان خیلی مهم بود توی این توی همچین شرایطی. آره برای هم... این هم جنگیدن که بمونن، بلکه بتونن به اینا دسترسی پیدا کنن، برای افغانستان خوب بود. ما که دور از دنیا زندگی نمی کنیم، ما اگه الان میگیم مثلا خوب ایران تحریم کنن که نمیگیم نفتمون رو نفروشیم، میگیم پولش به ملت ما هم نمیرسه، بهتر به آمریکایی بفروشیم تا ببریم مجانی بدیم به سوریه. این رابطه جهانی باید برقرار بدیم به آمریکا، بدیم نمیدونم به کره، به این، ما باید بفروشیم نفتمون رو. پس بهتره با کشورهای تا کنیم که یه حق خودمونم بتونیم بگیریم، نه که بیام فقط بچاپن و ببرن. الان چین اومد تو 100% میاد سراغ همین مسائل، یعنی میره سراغ معادنش و اینا خیلی ضرر کردن، تمام کارا رو اینا کردن ولی پایه‌هاش گذاشتن واسه چین و روسیه. اونو الان میان تمام این منابع رو میبرن، ولی چون الان در دسترس نبود، سخت بود، امنیت رو نمیتونستن برقرار کنن که بتونن اینا رو بکشن بیرون، بنابراین گذاشتن رفتن. اینم به چه صورت دیگه از این نمیشه دفاع کرد. این شلختگی بیرون اومدن مهمه، اینه که یقه ما رو گرفته داره خفهمون میکنه. این چه وضعیه دیگه، تو سر سگ میزدی میفهمید که آقا این نوع ترک کردن مملکت این بابا فقط من آدم عادی که نشستم با تو بشینم اینا رو بحث کنم. جنرالای انگلستان، تمام این جنرالای کشورهای به حساب ناتو که اونجا بودن، اینا ببین از آلمان ببین چی میگن، ببین مثلا کانادایی چی میگه، انگلیسی چی میگه، چه جوری حسرت میخورن سربازایی که اونجا کشته شدن به خاطر هیچ و پوچ. گذاشتین اینجوری اگه اومدین تو بیرون. بودی، اگه تو بودی قرار بود بیای بیرون، خب بابا آخه من که رئیس جمهور نیستم، ولی باید ببینیم من چه تجهیزاتی چه چیزایی دارم در دستم که بتونم اینو عملی بکنم. همین طوری که نمی، آخه واقعا میگم انگار که مثلا منو گذاشتی الان رئیس جمهور آمریکا، میگه پاشو بیا بیرون، پاشین بیان بیرون. چیزی که ما نمیدونیم خب اینه که آیا یک روش بیرون اومدن دیگه غیر از این، ما نمیدونیم آیا هزینهش از این کمتر میشه. بابا کشورهای دیگه هم اومدن که ترک کردن اونجا رو رفتن، به این دوست به این داستانا نمیرسه. آخه کشورهای دیگه هم بودن که جنگایی که کردن بعدش هم کشور رو ترک کردن، رفته رفته کم کم نیروهاشون رو میارن. نه نه اون فرق داره، اون کشوری که باشون صلح داشته، خب
خب نه، این کشور کشورهایی که رفتن جنگ کردن بعدا گفتن آقا ما میخوایم بیایم مثال بیرون. یه مثال یه مثال مثلا کجا؟ مثالش مثلا همین عراق، اینا اومدن خب بیرون، یا سوریه. آیا این اتفاقات افتاد اونجا؟ خب نه، ولی ما عراق سوریه رو ما ترک حکومتی کردن، نداشتیم اینجوری که من اتفاقات اینجوری افتاد، رفته رفته کام گفتن آقا ما میخوایم بریم، ما دیگه نمیتونیم، اوکی باشیم بریم. سوریه خب که تو یکی از بزرگترین خودشون، اون تو جنگ بود، اونم گفت من داخل نمیشم. کردها خیلی هم اعتراض شد، ولی این اتفاقات سوریه که نیفتاد. افتضاح شد. شما نه که احتمالش میدونستین بدتر اینجا جل مرکز تروریست جهانیه، اینم که میگن الان نمیدونم داعش خراسان اینا همه حرفه. این خود طالبان بود، این داشت نه خودشو پاره میکرد که نه 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 ببین من نیرو چیزم زده. 100% این خود طالبان بوده این کارو کرده، 100%. ببین اصلا حرفش نه، چون قبلش اومدن مصاحبه های قبلیشون رو نگاه کن چه جوری دارن نه میگن ببین اون بی قبلا عضو غیرتیه که طالبان آمریکا. بودن. ببین نه 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 داعش خراسانی اینا طالبانی الان دیگه نیستن، عضوای قبلی طالبان بودن، ولی اینا الان خب دشمن میدونم اینا طالبانن. همه با همن، الان هم نیست دولت رو بگیرن دستشون دوباره اینا میان با همدیگه میشن، تفکرات پایشون تقریبا نه شبیه همه، میتونن با نه هم ببین توافق الان کنن. طالبان این حمله هایی که داره میشه به خاطر داعش خراسان به ضرر طالبانه. الان طالبان واقعا احتیاج داره که نشون بده میتونه یه ثباتی به وجود بیاره، از لحاظ پروپاگندا اینو احتیاج داره. این حمله هایی که میشه واقعا به ضرر طالبانه. یعنی الان طالبان از لحاظ تبلیغاتی که داره میخواد بکنه به دنیا، میخواد نشون بده که قابلیت به وجود بیاره. یعنی بدون آمریکا، اگه آمریکا میخواد تبلیغاتش اینه، اگه آمریکا تو خاک افغانستان نباشه، طالبان میتونه ثبات برای افغانستان بیاره. خب حرکت های داعش خراسانی به شدت برای طالبان هزینه خواهد داشت. خب یعنی حمله هایی که میشه باعث میشه که این تبلیغاتی رو که الان طالبان میخواد بکنه علیه اون کاملا برعکس اون چیزی باشه که داره به الان چه دنیا میخواد. هزینه ای داشت همین جریان الان فرودگاه، چه هزینه ای برای طالبان داشت جز اینکه طالبان رو گذاشتن آدم بهتره و همه بریم نه دنبال داعشه؟ نه 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 میگم تو طالبان میخواست مصاحبه نشون بده که هاشون میتونه. طالبان قبل از اینکه این اتفاق بیفته داشت، ما سند داریم که طالبان قبل از اینکه این اتفاق بیفته داشت با آمریکا میگفت که قراره یه حمله بشه. خب یعنی داشتن تو بهشون اختارم داده. طالبان میخواست، طالبان به نفعش بود که نشون بده که اونا میتونستن امنیت برای فرودگاه بیارن، برای که این هر اتفاقی که تو چند روز میفته مردم میگن که خب پس این تو چندین سال گذشته ما زندگیمون این خواهد بود. خب یعنی تمام دنیا داشت نگاه میکرد که طالبان تو فرودگاه داره چیکار میکنه. اگه اینا میتونستن جلوی یه حمله رو بگیرن، برای از لحاظ تبلیغاتی به نفعشون بود. ببینید این من از طالبان دفاع نمیکنم، من اینا فقط به خاطر بقای خودشون این کارا رو میکنن. شما داعشی های خراسانی کسایی هستند که از طالبان متنفرن به خاطر اینکه با آمریکایا روی یک پشت یک میز نشستن. خب یعنی اینا داعشی های خراسان اصلا قبول نمیکنن که شما قراردادی بخواید با دولت آمریکا بنویسید. شما اینو به این حساب میکنن که شما با دشمن نشستین پشت یک میز. یعنی اینا طالبان رو اصلا ضد اسلامی میدونن، برای اینکه با شیطان قرارداد بستن. برای همین اینا خیلی افراطی تره. من فکر نکنم اینا یکی هم با طالبان. البته اینا طالبان بودن ها. یعنی خب ممکنه ببینید اینا یه مقدار اعضایشون ارگانیک تره. خب یعنی امروز ممکنه تو طالبان باشی بعد بری داعش خراسانی میشه، چون داعش منم خراسانی همینو میگم پشتونن. عزیزم، اینا پشتونن، اونا پشتونن اکثرشون. منم من همینو پشتونن. میگم بابا. این مثلا ممکنه سر یک چیزی اختلاف داشته باشن، الان توی این شرایط این اتفاقی که تو فرودگاه افتاد، این 100% طالبان خودش هم دست داره، ولی نمیخواد بگه به همون دلایلی که تو داری میگی. یعنی اینو چپونده، این همه آدم سخته. اونجا براش این همه آدم که اونجا جمع شدن فرار کنه از دست اینا، براشون افت داشت و مصاحبه های رهبرای طالبان رو یه هفته قبلش بشنو. یه بارم با تلویزیون ایران که ازش پرسید این الان این همه ملت دارن در میرن، گفت همین کار الان اگه همین موقعیت تو تهران باشه، ملت شما هم همین جوری میرن پشت در وای میستن که فرار کنن. بهش برخورد یارو طالبانه، با تلویزیون ایران داشت مصاحبه میکرد. یکی دیگهش گفت ما نباید غیرت داشته باشیم که آمریکایی زن ما رو لمس کنه و اینو بکشه از اونجا بیرون، دستمالیش کنه. یعنی اصلا داشتن جر می‌خوردن که ملت اینجوری جمع شده. بهترین آره، ولی این حمله،
و همین حرکتش هم دلیل این بود یه بمب منفجر بشه اینا نه بترسن بره. نه مجید جان، به این همین نظر دلیل منه، این نظر منه، و منم میگم من خیلی طرفدار اون شفیع عیارم، خیلی آدم مطلعی تو افغانستان از لحاظ مسائل افغانستانی، دوست دارم یه بارم حالا به اون گوش بدی، توی فیسبوک داره بگو بیاد شفیع اینجا با ما، عیار، بگو بیاد با ما صحبت کنه، جالب میشه. ولی یه چیزی بگم، میتونم من اینو براش قبول دارم بنویسم. که ببین این اتفاقی یه چیزی که هم جالبه که فکر کنم تو قبول کنی اینه که این داعش های خراسانی از انقدر نزدیک هم به طالبانیان، از به خاطر اینکه اصلا توی خانواده هستن خیلی هاشون، مثلا بعض همسراشون مثلا یک با خانواده هاشون با هم ازدواج کردن، اصلا بعضیشون مثلا بابا توی طالبان، پسره توی داعشی خراسان. خب اینجوری هست، ولی من فکر نکنم یه همچین توطئه‌ای کرده باشن که ما بیام طالبان خودش بیاد به خود طالبان حمله کنه، خود طالبان هم کشته شده، یعنی به طور مخفی بتونستن از همه اطلاعاتی یه هم چیزی رو خیلی سخته که مخفی نگه داری. خب کلی مردم صحبت میکنن، خب واقعا یه هم چیزی رو نمیتونه، خیلی سخت مخفی نگه داشتنش. خب من فکر نکنم اینا توطئه کردن که طالبان بیاد به خود طالبان حمله کنه برای اینکه مردم بترسن فرودگاه نرن. خب بابا اینا اتفاقا اگه دستشون تو این انتحاری ها خیلی بازه آرمین جون، ببین فکر آخه نکنی ببین من خود بتونن این طالبان کارو هم با... بکنن که به یه نفر میگن باید بری، اونم باید بره. نه من فکر مثل کنم که من و تو من اینجوری فکر من نمی کنن، ببین بعد انتحاری دارن. نه انقدر هم نقشه کشیشون انقدر دیگه چیز نیست. نقشه ای نمیخواد، میگه یه انتحاری بره اونجا منفجر کنه اینا دور شن از اون به فرودگاه. ضررشونه مجید جان، اینا چیش الان به اگه میخوان، ضررشون شده؟ الان جزء اینا بهتر میخوان از نشون، داعشی نشدن؟ الان بهتر از داعش اینا رو حساب نمیکنن؟ اینا رو معتدلتر نمیدونن؟ بابا طالبان نبوده این بوده، بعدم الان دیروز آمریکا حمله کرده به یه ماشینی که فکر میکرده رهبر یه دونه از همین داعش خراسان، چند تا بچه توش بوده کشته شده. همین اینجوری شما میخواین برین انتقام بگیرین؟ 7-8-10 تا بچه توی یه ماشین بوده داشته میبرده زده، میگه رهبر طالب، فکر کردیم رهبر داعش خراسان اون تو. بابا نمیشه که آخه شما همینجوری برای خودتون اینو اونو بزنین، خب فاجعه است بچه اینا اگه واقعا. ببین من اینا رو، این یه تئوریه خب، ولی من باید سند براش باشه، حدسی نمیشه همچین حرف رو زد. اگه سندی بیاد بیرون که اینا خود نقشه خود طالبان بود، من نظرم عوض میکنم، ولی فکر کنم خیلی اینا رو سخته حدسی. خب سند من الان واسه تو رو کنم. خب این خب پس چرا نظریاتی که باور ما کنیم؟ داریم توی، اگه بدون خب سند اونو بخوام چرا چیز باور کنیم؟ اون حرف تو رو چرا باور، چرا حرف باید آکام بایدن تریتر الان باور کنیم که داعش به خاطر خراسان بوده؟ تئوریه که بیشتر کمترین پیش فرض لازم داره، برای همین اونو احتمالش بیشتره. چرا؟ خب من الان این همه فرضی به تو میدم، میگم به این راحتی اینا میتونستن خودشون هم بهتر کنن، اونا رو بدتر. این از این، حالا از این ببین مسئله آخه بیام بیرون، من حرفای تو رو طالبانی گوش ها هیچ، دادم. این اولین بار میشه تو تاریخ طالبان که روک و راست عقایدشون نیان بگن. یعنی اینا هیچ مشکلی ندارن به خاطر عقاید اسلامیشون و کش، یعنی اولین بار باشه که بخوان آمریکایی بکشن و روک و راست نیان بگن آره ما آمریکایی الان بکشن. دیگه قدرت اینجوری به دستشونه، با اونا به توافق رسیدن، الان میان مثلا اون کارهایی که گذشته که نمیکنن که. اینا از جمهوری اسلامی هم میشه رفتن اولین یه بار ذره بده. درس گرفتن ها. اینا دارن سیستم جمهوری اسلامی دارن میرن جلو ها. اونا کاملا چجوری تاریخ حکومت اسلامی رو پایه کردن، اینا هم الان مثلا خوبشون هم هست، معتدل هم هست، افراطی هم هست، اینا رهبرای. من فکر میکنم که الان به طالبان میخواد نشون بده که میتونه ثبات بیاره تو افغانستان. خب اگه این اگه این حمله ها از طرف، حالا که آمریکا دیگه رفت، دیگه آمریکا که نیست، خب اگه این حمله ها از طرف داعش خراسان ادامه پیدا بکنه، این میشه علیه فرضیه تو، برای اینکه دیگه که آمریکا رفته، آره باشه دیگه نگاه طالبان کنیم میخواد نشون بده که ثبات باشه، وجود داره. ولی اونجاهایی که احساس میکنن نقطه ضعفشونه و یارو رو باید بفرستن رو هوا، همون طالبانی میشن که 20 سال پیش هم بودن. اونجا بزن ترورش کن بنداز گردن یکی دیگه، اینا رو هم یاد گرفتن. مگه ما یه گروه فرغان نداشتیم تو ایران را برا ترور میکرد؟ چی شد اصلا این گروه فرغان کیا بودن؟ معلوم نشد، به خاطر اینکه همون اول انقلاب اونایی که میخواستن و اینا رو ترور میکردن، معلوم هم نبود کیان چیان رهبرش چیه، بعدش هم نابود شد رفت. اینا هم پایه هاشون رو صفر کردن. میخوام بگم اینا هم دارن، اینا هم اونجوری شوت شوت هم نیستن، اینا هم نشستن اون رهبرای بالاشون
بالاخره تفکر کردن، استراتژی دارن، الان 20 سال ببینیم. تجربه. به هر حال من حالا یه همچین ببینیم چه چیزایی میشه. رو احساس میکنم. انشالله که باشه. افغانستان رو به بهتر شدن بره. بله. میتونیم بگیم اسلامی های دیگه هم هستن، کشورهای دیگه، مگر اینکه از اونها یه درسی بگیرن، مثل مثلا دوروبر همین خلیجی ها و اینا. یه حکومت حالا شریعه هم میارین، ولی دیگه اینقدر سخت نگیرن به مردم دیگه. حداقل چیزی که ما از اینا درخواست میتونیم بکنیم من دیگه، دیگه امیدوارم با نمیارن آینده، کار. من فکر کنم همین تحصیلات آینده، یعنی شما میگین که اینا دسترسی نداریم به دیگه به بچه هاشون و برای همین آینده تاریک و اینا، من فکر کنم همین تلفن هایی که داریم باعث میشه که یه اتفاق، من فکر کنم تو 20 سال آینده یک اتفاقاتی خواهد افتاد تو برای نسل های بعد از ما که اصلا هیچ برای همه دنیا شوکه بشه. یعنی من امیدوارم هم افغانستان، هم چین، هم تو ایران، من فکر کنم مقدار، یعنی همینجوری که اینترنت آزادتر بشه، ماهواره‌ای بشه، این یک انقلابی رو برای انقلاب فکری رو خب اون برای دفعه هم صحبت کردیم، من که خیلی منم روشنم، منم میگم الان با دنیای الان امروز ما حتما در مسیر درستیم. زمانش طولانی و کم بشه رو دیگه نمیدونیم، ولی حتما اینا تأثیر گذاره. اینقدر ساده ما میتونیم راحت هر اطلاعاتی که بخوایم به دست بیاریم، بدون اینکه دیگه به بدون ملا سانسورش و هم اینا خواهد اومد بکشه. ارزون با سرعت و بدون سانسورش وقتی شد، من اون موقع است که همه چی عوض میشه. ولی خب ما بریم سراغ، برم سراغ نویدم که منتظر نفر یه آخر. نقد ولی من دیگه هم داشتم در مورد حرف بگو. هفته گذشته که داشتی در مورد اینکه اسطوره های مثلا کشور، هر کشوری، یا اگه کسی کار خوبی میکنه به من چه مربوطه؟ چرا من به خودم مثلا باد کنم که مثلا فلانی این کارو کرده؟ اگه هم کشوریم باشه چه ربطی به من داره؟ چرا من رفتم؟ آره، ولی خب اینجوری نیست آمینجون، اینا چرا خیلی تأثیر داره تو فرهنگ سازی. اینی که من میکروفون تو دیگه بدونم خود به خود، خود به خود وقتی میگی طرف ایرانیه، یه چیزی تو دلت میریزه، دانشمند فلان ایرانیه، این انگیزه میشه واسه بچه ای که داره الان اونو نگاه میکنه. اینا مهمه، خیلی مهم. تو فقط، من چون فوتبالی هم یه مثال، مثلا ما میشینیم الان فوتبال نگاه میکنیم، فلان تیمو دوست داریم، اون فلانی گل میزنه، چرا من خوشحالی میکنم که اون گل زده؟ به من چی؟ اینا حسیه که تو بشر هستش. ما افتخار میکنیم به آدمای درستی که داشتیم تو مملکتمون. ما همچین بیکس نبودیم، و ما اون نبودیم. افتخار به خاطر این نیستش من فخر بفروشم به جامعه، به خاطر اینه که رشد نسل کنونی رو بیاره بالا، نه اینکه من برم بزنم تو سر همسایه بغلیم بگم دیدی من اینو دارم تو نداری. موضوع این نیستش که، موضوع اینه که وقتی تو احساس میکنی ایرانی هستی و این همه دانشمند داشتیم، 1000 سال پیش مثلا ابو علی سینا داشتیم، فردوسی داشتیم، فردوسی که بالاخره زبان فارسی رو از اون ما به ارث بردیم که نگه داشتیم تو مملکتمون، آیا نباید به اینا افتخار کرد؟ خوشحال نمیشی که مثلا این ایرانی بوده این کارو کرده؟ نه من افتخار فخر میکنم، ولی نمیشم، ولی خوشحال میشم. من الان نویدم منتظره، ولی من سعی جواب اینا رو بدم. خب من میگم اگه شما، من اتفاقا بهتره که اگه یک دانشمندی داریم که خیلی مثلا خوب بوده، بگیم اگه این ایرانیه افتخار میکنیم، این خوبه برای اینکه ممکنه به ما انگیزه بده. خب پس اگه به ایرانی بودنش اهمیت نمیدادیم، بیشتر هم انگیزه میداد. خب چرا؟ چون که خیلی دانشمند تو جهان داریم که ایرانی هم نیستن. خب یعنی شما اگه یک دانشمند داره به شما انگیزه میده که مثلا خودت، یه بچه خودش یه موقع دانشمند بشه یا یه چیز دیگه بشه، اگه که فقط به خاطر ایرانی بودنش انگیزه نمیداد، ممکن بود همه دانشمندای دیگه هم به این انگیزه بده. میدونم چه، یعنی ما نباید محدودش بکنیم به دانشمندای ایرانی. ما بالاخره یک کره هستیم، هممون با هم داریم زندگی میکنیم، کره رو داریم با هم شریکیم. ما باید بتونیم ببینین، یک بچه اگه دنبال انگیزه میگرده تو هنرمند، توی ورزشکار، تو دانشمند، اگه همه جهان رو نگاه بکنه به جای کشور خودش، احتمال انگیزه پیدا کردنش بیشتر میشه. برای همین به نظر من اینکه افتخار بکنیم فقط به کشور خودمون، این محدودیت به وجود میاره. یکی این، یکی همین که فقط همه نه مشکل فقط نه فقط خب نه
آره ولی نه، ولی ما اگه مثلا اینا رو برتر حساب بکنیم نسبت بقیه، یه محدودیتی به وجود میاره. خب مخصوصا که این همه دنیا برای، این همه دنیا برای ما گنج داره، تمام دنیا، چرا ما فقط بیایم تو این مرز نگاه بکنیم؟ خب اینکه تمرکزمون رو بذاریم توی مرزهای این کشور. ببین من نمیگم که شما مثلا میگین که مثلا ما به فردوسی چرا افتخار نکنیم. کی میگه ما به فردوسی افتخار نکنیم؟ باید به فردوسی افتخار بکنیم، ولی ما نباید فقط به فردوسی افتخار بکنیم، همه جهان باید به فردوسی افتخار بکنه. من منظورم اینه. خب ما ایرانی‌ها نباید فقط به فردوسی افتخار بکنیم، همه جهان باید به فردوسی افتخار بکنه. ما اگه بیشتر افتخار میکنیم، نباید به خاطر این باشه که ایرانی هستیم، اونم ایرانی بود، به خاطر این ممکنه بیشتر افتخار بکنیم چون زبونش رو میدونیم، قابلیت افتخارش رو بیشتر داریم. خب زبونش رو میشناسیم. حالا یکی از که فارسی بلد نیست نمیتونه، ولی اگه میتونست، اونم اگه یک نفر تو آمریکا به دنیا اومده بود یا تو آلمان به دنیا اومده بود، زبان فارسی رو به خوبی ما میدونست، یا از ما از من که بهتر میدونست، به همون شکل میتونست از فردوسی افتخار بکنه که ما میکنیم. برای اینکه فردوسی برای ایران نیست، فردوسی برای همه جهانه. خب خیام برای همه جهانه. خب آینستاین برای همه جهانه. ادیسون برای، الا ادیسون نه، ولی خب ادیسون زیاد موافق من ادیسون برای. خب ولی یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که ما میگیم ما اینو داشتیم، ما اینو داشتیم، ما نداشتیم، همه جهان اینو داشته. ولی یه چیزی هم اگه ما مشکل دارم وقتی که ما میگیم اینو داشتیم، به خاطر اینکه الان نداریم. خب ما میگیم ما اینو داشتیم، ما اونو داشتیم، اولا این ما نبودیم. ما برای چی داریم این ما؟ من که نبودم. خب مثلا میگیم ما اینو داشتیم، ما اونو داشتیم، این مال که حالا چرا، چون این آدم ها توی این مرز جغرافیایی به دنیا اومدن، الان میشه ما داشتیم؟ نه، یک کسی دیگه داشتن، مال من نبوده، مال کسی دیگه بوده. باش ببین این قابلیت افتخار داره ها، ولی برای کسایی که مسئولش بودن. خب نه برای من. ببین یه دلیلی که من میگم نباید افتخار بکنیم، به خاطر اینکه یک افتخار بی ارزشی رو به من میده و ارضا میکنه. ببین ما اگه فقط افتخار بکنیم به که چیزایی که ما مسئولش هستیم، این باعث میشه که انگیزه به ما بده که ما خودمون یه چیزی به جامعه بیارسیم. همین دیگه، منم همینو میگم، میگم اونو بگیریم که یک کاری بکنیم و اینجوری فقط افتخار بشیم تو خونه. خب تو اینجوری میگی بش، ولی اینجوری نمیشه. خب کسایی که هیچ کاری برای جامعه نکردن، این نیاز به افتخارشون رو پر میکنن به خاطر کسای دیگه که کاری کردن که فقط اونا ایرانی بودن. خب یعنی کسایی که هیچ چیزی برای افتخار ندارن، ارضا شدن، این میل به افتخارشون ارضا شده به خاطر اینکه دارن برای خودشون ارزش قائل میشن برای کاری که کسای دیگه کردن. مثلا میگن یه دانشمند مثلا ایرانی تو ناساست، خب میگی این مایه باعث افتخار منه که تو هم ایرانی هستی. خب یعنی چیزی رو که تو باید خودت میرفتی دنبالش میگشتی که یه دلیل برای افتخار پیدا میکنی، اینو ارضا کردی برای اینکه یه نفر ایرانیه، اون رفته این کار کرده دیگه. تو دلیل نداری که بری، برای اینکه این افتخار تو ارضات کرده دیگه، افتخار تو پیدا کردی، تو هیچ کاری نکردی. اون ایرانیه، تو ایرانیه، اون یه کار حسابی کرده، تو هیچ کاری نکردی، ولی احساس افتخار میکنی دیگه. خودت برای چی بری دنبال چیزی بگردی؟ خب من بازم میگم، من نمیگم فردوسی این چیزا ارزشش نداره. خب ما نباید افتخار کنیم، ولی من افتخار میکنم به یک کسی مثل فردوسی به خاطر اینکه یک انسان تونسته همین چیز زیبایی رو به وجود بیاره، نه به خاطر اینکه یه ایرانی این کارو کرده. من نظرم اینه. ولی یه چیزی بگم، من آره من ولی که... کاربرداش فرق میکنه. الان ببین بعضیا، خب حالا شاید اون کاربردی که تو میگی، ولی تو تاریخی اگه نگاه کنی میبینی ما طی قرون متفاوت و متمادی که با ما حمله شده و اقوام مختلف ما رو گرفتن، این فرهنگ بوده که ای چیره شده و ما باقی موندیم در تاریخ، درسته؟ خب منم یعنی ایرانی ها موندن و این همون چیزیه که هی از اسطوره هامون قرض که همین الان با وضعیت الان ایران، چرا دوباره داستان کوروش اینقدر برد شده که زمان شاه نبود، زمان پهلوی انقدر بالا نبود، ولی ما الان فهمیدیم که دور این جمع شدن و رفتن سر خاک کوروش یک مبارزه است بر علیه این اسلامیان و ما میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا کوروش کی بوده؟ کوروش انسان بوده، یعنی چیزایی که ما در موردش میخونیم میبینیم یک انسانی بوده که متفاوت با دوران خودش و باعث افتخاره. حالا چه بهتر که اینجام بوده، ما باید ازش استفاده بکنیم. بله ببین، من نمیگم از فرهنگ کاربرد نداره، من نمیگم از فرهنگ لذت نبریم. خب من از فرهنگ لذت میبرم، من از تاریخ لذت میبرم،
من کاربرد فرهنگم کاربرد داره و از بعد ازش استفاده کرد. خب کوروش هم، من اگه یک ایرانی هم نبودم وقتی که میدیدم کوروش چجوری سیستمی که به وجود اوورد چقدر برتر بود از کسای قبلش، من اینو باید تشخیص میدادم چه ایرانی باشم چه نباشم. و اگه کوروش هم یک مثلا شاه بسیار بدی بود، من اگه ایرانی بودم باید میگفتم که نه این کارش همش بد بود. و اگه چه ایرانی باشم چه نباشم، خب ایرانی هم نبودم، اگه دیدم کوروش واقعا سیستمش برتر بود که به نظر میرسه بر سیستم مداری که داریم واقعا برتر بود، باید قبول میکردم که نه این واقعا به نظر میرسه شاه واقعا بهتری بود از کسای قبلش. ربطی با ایرانی بودن من نداره. خب و این کاربردهای فرهنگ من مشکل ندارم. ببین کار من نمیگم کار بله فرهنگ معلومه که کاربرد داره، اصلا ما چجوری میتونیم یک سری ارزش‌های رو تبلیغ بکنیم بدون رواج دادنش توی فرهنگ؟ فرهنگ باید استفاده بشه. خب ولی این کاربرد فرهنگ لازم نداره که من ادعا بکنم که مثلا به خاطر اینکه ایرانی ام کاربرد این فرهنگ این کاربرد رو میبینم. خب نه من این یعنی ببین اتفاقا ممکن ببین فرهنگ کاربرد داره، ولی ما اگه به خاطر ایرانی بودنمون تعصب داشته باشیم به فرهنگمون، توی فرهنگ هم ارزش‌های خوب هست هم ارزش‌های بد. خب من اگه تعصب میگم خب ببین فرهنگ ایرانی ارزش‌های خوب، فرهنگ ایرانی ارزش‌های بد، من اگه به خاطر ایرانی بودنم تعصب داشته باشم چه خوب چه بد، میگم نگه برداریم. خب چون میگم ایرانیه، میگم نه خب این بده، میگم نه خب ولی ایرانیه. خب ولی من به عنوان یک کسی که تعصب ندارم به فرهنگ، کاربرد و کاربرد فرهنگ رو میشناسم، نمیگم فرهنگ مهم نیست، نمیگم فرهنگ کاربرد نداره، میتونم بدون تعصب بگم خب این خوبه، میتونیم نگه داریم، ارزش داره، قشنگه، رقص، لباس، غذاست، زیباست، هنر، آهنگ، هیچ هزینه‌ای نداره، میتونیم اینو نگه داریم، لذت ببریم ازش. ولی این فرهنگ با اینکه ایرانیه، منم ایرانیه، بدون تعصب میتونم بگم این هزینه داره، اینو باید بذاریم منقرض شه، میتونم بدون تعصب اینو بگم. یعنی فرهنگ کاربرد داره، کاربردش اتفاقا بیشتر میشه اگه ما تعصبمون رو بذاریم کنار. به نظرم اینه تعصبمون رو بذاریم کنار. ببین در روزای سخت، در روزای سخت ما احتیاج داریم به آدمای مهم تاریخ، احتیاج داریم برای اینکه بتونیم همبستگی خودمون رو جمع جور کنیم. اگر نباشه یعنی کلن، حالا تو میگی بقیه، حالا بقیه وقتی توجه نمی کنن. شما دیدی الان تو انگلستان چند سال پیش یه دونه موزه گذاشتن به عنوان امپراتوری فراموش شده، یعنی نمیخوان، وقتی نمیخوان از کوروش صحبت بشه، وقتی اینا دارن برای خودشون اشخاص دیگر رو، آیا ما نباید داشته های خودمون استفاده بکنیم؟ وقتی من بدونم این خوبه، منفیاشو قبول دارم. ما زمانی که به اون آگاهی خیلی مهمه، ما اگه بذرسیم به اونجایی که بتونیم ملتمون رو آگاه کنیم، بعد میتونیم چیزای منفی فرهنگیمون رو ازش بزنیم و خودمون رو نقد کنیم و اینو گسترش بدیم با خوبی. همونی که گفتیم، ما دعوا نباید بکنیم، ما باید انقدر نشون بدیم که انسانیم و بیان طرف ما، بگن این فرهنگ فرهنگ بهتریه، این مملکت مملکت بهتریه، بیا ما از اینا الگو بگیریم. همینجور که اروپا از سوئد الگو میگیره، کارهایی که میخواد بکنه الگوش سوئده، میگن سوئد بکنه اول ببینیم اگه اونجا جواب داد، بعد نروژ بکنه. باور کن کارهایی که تو مدارسشون میخوان بکنن، چون جمعیت مثلا آلمان بیشتره، براش خوب هزینه برتره، میده به سوئد، میگه سوئد این کارو مثلا میکنه، ما از این بگیریم، از فنلاند میگیریم الگو رو، به خاطر اینکه فهمیدن ملت رو بهتر. من این حرف آخرت رو قبول دارم، برای همینم باید فرهنگ رو بدون تعصب نگاه کنیم، هم فرهنگ خودت رو هم فرهنگ کشورهای دیگر رو، که بتونی بدون تعصب بیای تعیین کنی که چی خوبه چی بده. بدون تعصبش مهمه. اگه بدونیم ترکیه هم مثلا یه چیز خوب داره، خب چه اشکال داره از ترکیه مو بگیریم؟ حالا فرقی نمیکنه، اگه فرهنگش چیز خوبیه بگیر. آره دمت گرم. فعلا تا دفعه بعد. فعلا خدا.